جالب اینجاست که بدونیم که بسیاری از بیماری ها سببش به اصطلاح انعکاس حالت های نفسی انسان هست. یعنی 80% از بیماری ها انعکاس حالت ها و مشکلات روحی روانی افراد هست. و جالب هم این هست که این رو بدونیم که در این 300 میلیون انسانی که دچار افسردگی هستند در حالت های عادی، کمترین آمار مال مسلمون هاست. چرا؟ چون که مسلمون میدونه کجا بینه، میدونه که کجا باید بره، چیزی که باعث میشه که انسان دچار یک نوع سردرگمی باشه و دچار یک نوع افسردگی بشه. در واقع سردرگمی است. الان مثلا انسان ها قبل از کرونا خب یک روتین زندگی بود، اما روتین زندگی یه روتینی بود که همراه با حرکت بود و توش مشقت ها بود و سختی ها بود و اینا. این مشقت و این سختی و اینها باعث می شد که خب چون که جسم یه مقدار خسته می شد تأثیرش کمتر باشه. الان این حرکت نیست، در نتیجه اینی که افرادی مقداری دچار پریشونی بشن، دچار ناراحتی بشن، حتی دچار یکی برخی از به اصطلاح سمات افسردگی بشن، چیز طبیعی است. در عموم جامعه رو حرف میزنم، اما نگذاریم که این به افسردگی بکشه. ببینید مسلمون ها سردرگم نیستن. چرا؟ اولا اینی که روتینی که در زندگیشون دارن، خودش این روتین مثلا بیشتر مردم الان نمیدونن امروز چهارشنبه است. خب اما مسلمون باید بدونه، چون که هر هفته یک جمعه میاد، جمعه یک شیوه عبادت های خاص خودش رو داره و تا حدودی هر چند مسلمون آدم شلخته ای باشه، تا حدودی زندگیش مرتب هست. چون که 5 وقت نماز میاد، پس 5 وقت نماز، 5 وقت وضو گرفتن، 5 وقت به نماز ایستادن، این خود به خود برنامهش رو یه مقدار مرتب میکنه. فلان کار رو بکنیم بسار بعد از نماز عصر، فلان چیز رو بیاییم، فلان کتاب رو بخونیم، شروع میکنیم بعد از نماز مغرب. خب یه خود به خود برنامه زندگیش تا حدود زیادی درست میشه. و مورد دیگه اینی که خب میدونه که خدایی داره. من میخوام یک مثال بزنم که این مثال در واقع به ما کمک میکنه که ما چطور بر زندگی وارد زندگی بشیم. ببینید عزیزان، الان شما وقتی میرید یک کشوری یا یه شهری دیگه، تو فرودگاه ها یه قسمتی هست که آقا اونجا نمایشگاه ماشین هست و ماشین های کرایه‌ای میدن. شما میرید اونجا میتونید یه ماشین بگیرید و مثلا دو روزی که اومدید تو این شهر کارهای خاصی دارید، ماشین میگیرید میرید کاراتون رو انجام میدید، دو روز بعد پرواز بازگشت تد میایید، ماشین تحویل میدید، برمیگردید کشور خودت. خب الان تصور کنید ما رفتیم به یک کشوری که این کشور از فرهنگش، از زبانش، از هیچ چیزش هیچ اطلاعی نداریم، یه معلومات عمومی در موردش داریم. میخوایم بریم یک کارخونه‌ای هست مثلا، یه جای خاصی هست، آدرس اونجا رو داریم، خب میتونیم لوکیشن بزنیم پیداش کنیم. خب میریم اونجا، رسیدیم فرودگاه، رفتیم جای ماشینا، اونجا دو گزینه برای ما گذاشتن. آقا گزینه اول شما یه ماشین میگیرید، کرایه میکنید، میرید کاراتون رو انجام میدید، بعد میایید ماشین رو تحویل میدید. خب من این گزینه رو میرم نگاش میکنم، میبینم که ای بابا اینا رو باش، ماشیناشون چجوریه؟ یه ماشینای جدیدی هستن که من اصلا تا حالا رانندگی همچین ماشینایی نکردم، فرمان ندارن، دنده ندارن، اینا مثل ماشیناشون مثل مثلا کابینت هواپیماست، همش دکمه است، من تا حالا این رو تجربه نکردم و میخوام جایی برم. خب با آدرس رو میشم لوکیشن بزنم پیداش کنم، اما تو مسیر این بر اون ور صدا، حتی همین لوکیشنش هم وقتی حرف میزنه به زبون اونا حرف میزنه که من زبونشون رو نمیفهمم، هیچ چیز سر در نمیارم. خب این گزینش دوم ازشون میپرسم چی از گزینش دومتون؟ میگن که گزینش دوم این است که شما ماشین رو با راننده میگیرید، راننده شما رو هر جا میخواهید میرسونه، کارهای دیگه که دارید با شما همراه هست تا هر وقتی که شما کارتون تموم بشه و به صلاح کارت را بیفته. خب من الان نگاه میکنم گزینش اول خیلی پر مخاطره است، من میرم در یک مسیری که اصلا نمیدونم، قوانین این شهر رو نمیدونم، رفت و آمدش رو، شلوغیش رو نمیدونم، حتی قوانین راهنما رانندگیش خدا میدونه چی بی چی هست، راهاش چطوری هست و مسیر رو نمیدونم،
اشتباه کردم، جایی گم شدم، چطور خودم رو پیدا کنم، نمیدونم، همش مخاطره هست. خدا نکرده تصادف کنم، خدا نکرده به در و دیوار و درختی بزنم با این ماشینی که نمیدونم چطور رانندگیش بکنم. گزینه دوم گزینه ای هست که در اون امنیت کامل هست، من به سراغ راننده دارم، خودم راحت میشینم و اگر خستم تو مسیر میگیرم استراحت میکنم، اگر خسته نیستم خب برگام رو و کارم رو که اومدم دنبالش مرتب میکنم تا به هدفم برسم. هر انسان عادی عاقلی میگه که آقا من گزینه دوم رو انتخاب میکنم. الان بیایم همین مثالمون رو بذاریم روی دنیا. در واقع این جایی که ما اومدیم، این کشوری که ما اومدیم، همین دنیای ماست. تو این دنیا ما اومدیم، از قوانین این کون و مکان چیز زیادی سر در نمیاریم. یعنی الان با وجود اینی که علم این همه پیشرفت کرده، علم و دانش بشری هنوز شاید 10% از قدرت ها و توانمندی های فرد انسان رو کشف نکرده، چه برسه به قوانینی که در طبیعت هست. روز به روز ما چیزهای جدیدی در دنیا کشف میکنیم، مسائل جدیدی رو در دنیا میدونیم و هر وقتی که یک بحران میاد مثل الان میفهمیم که ای بابا، ما که مغرور بودیم که آدم همه چیز رو میدونه، به همه جا رسیده، میفهمیم که ما نه خیر، ما خیلی پرتیم و خیلی از چیزها هست که ما نمیدونیم و خیلی عقبیم. انسان الان به کوچیکی خودش، به جهالت خودش، به ناتوانی خودش داره اعتراف میکنه. خب پس این دنیایی که من اومدم چه کار کنم؟ اگر من همین جور سر بزنم برم، همونطوری که بیشتر بشر این کار رو میکنن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین بار بزرگ 300 میلیون افسرده در حالتهای عادی. الان در این وضعیت الان چه اتفاقات میفته خدا میدونه و آمارها رو بعد از این فاجعه کرونا خواهیم دید.